چون که یه مقدار بحث واکسن استقبال کم میشه، چون ما واقعیتش یه مقدار حق انتخاب به مردم ندادیم، یک مدل واکسن داریم، خب مردم متقاضی واکسن های دیگه هم هستن. یکی از دلایلی که الان واکسن استقبالش کمه چون ما فقط واکسن سینوفارم نوبت اول داریم، احتمالا اگه واکسن های دیگه ای باشه یه مقدار استقبال بیشتر میشه. خیلی استان من میبینم مثلا شیراز تو مراکز واکسیناسیونشون جایزه میزنن، دو چرخه میدن، جایزه های دیگه، خب اینا خیلی کمک میکنه. اینی که بخوان محدود کنن به مردم، مثلا فشار بیارن که باید واکسن بزنن، این به نظر من جواب نمیده. افرادی هستن که خب مخالف هستن با واکسن و خب این افراد ما به هر حال اینجا اجبار یا اهرم فشاری نداریم که بگیم همه باید بیان. در عین اینکه من خواهش میکنم که این مشارکت واقعا انجام بشه، چون تا ما 85% مردم رو نزنیم واکسنشون رو، مسلما این حلقه کرونا پاره نمیشه و ما مرتب با این بیماری درگیر میشیم. مورد دیگه این هستش که خب ما اینجا واکسنایی که میزنیم سینوفارم هستش، برکت هستش و فعلا واکسن پاستوکوبک هم اومده برای بچه های 12 تا 18 سال تزریق میشه. مورد دیگه این که خب خیلی ها رو ما داریم الان که میان دنبال واکسن آسترازنکا هستن و من یک علتش رو این میدونم که توی فضای مجازی متاسفانه برخی افراد ناآگاه میان تبلیغات منفی و سو میکنن نسبت به واکسن ها. اینقدر تفاوت واکسن ها با هم زیاد نیست که مردم نگران باشن. دقیقا یک دو هفته هست، نه این مرکز، همین مراکز خلوت‌تر شده. با اینکه ما البته خب یکی از علتایی هم که خلوت شده چون ما همه مراکز بهداشت هم واکسن دارن میزنن. قبلا فقط مراکز تجمیعی واکسن میزد، الان مراکز همه مراکز بهداشت، یعنی همشهریان نزدیکترین مرکز بهداشت خونه شون هم مراجعه کنن واکسن دریافت میکنن. متاسفانه مردم ما یه مقدار چون شرایط به نسبت آروم شده و این واقعا آتش زیر خاکستره، چون یه مقدار مردم این برنامه واکسیناسیون رو کوتاهی بکنن و این ملاحظات رو انجام ندن، باز متاسفانه وارد پیک چیشون میشه.